اینم پاییز، واقعا قشنگ پاییز بچه ها. بچه ها امروز ما میخوام بریم تمرین، البته اینکه همه بلدید جسارت نشه. پروتئینی که میشه، بهترین پروتئینی که چربی هم نمیاره میشه مصرف کرد اینه که میدونم تو ایران ممکنه این مقدار گرم باشه، در صورتی که یه قاشقش 25 گرمه، من 4 تا میریزم که مثلا بشه 100 گرم. خب 100 گرم پروتئین میدونید که بعد به ازای هر پوند بدنتون باید 1 گرم پروتئین بخورید. یعنی مثلا من اگه 80 کیلو هم باید 80 گرم پروتئین بخورم، من 100 گرم دارم میخورم در روز. اون چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم کراتینه، برای ماسل آب، آب میاره که پاپ میاره و آب میاره که این مکملی که حالا پروتئین شما میتونید توی تخم مرغ و اینجور چیزا پیدا بکنید، ولی کراتین رو نمیشه، باید مصرف بکنید و از هر 10 کیلو استیک 5 گرم کراتین داره، به خاطر همونه که این مکملی باید مصرف کنید و مکمل خیلی خوبیه. خب این شنبه منه، شنبه که همه میرن دنبال پارتی من میرم پا میزنم، پا خیلی سنگینه. بده بالا انگلیسی رو انتخاب کن، افغانستان نه چیز انگلیسی رو انتخاب کن، یوکی پایینه. آره ببین الان میگه که مرحله آخره، همه از این داری میریز به اون دیگه. آره it's 35 minutes. انقدر وقت نداریم. خب بچه من کسی نیستم که اصولا آیفون بگیرم، آیفون جدید بگیرم. البته آیفون اینجا یه چیز لاکچری نیست تو این کشورها، به خاطر اینکه قسطی میتونید بردارید مثل ماشین. و کسی که مثلا شما میرین اینجا BMW داره یا مثلا آیفون داره یا اینجور چیزا، آدم پولداری نیست، همه میتونن با قسط هر چیزی میخواد بردارن. ولی من آیفون 15 رو برای این گرفتم که لاگ شوت میکنه، یعنی لاگ ویدیو میگیره. اونا که نمیدونن لاگ چی هستن ولش کنن، مهم نیست، ولی لاگ قابلیت اینو داره که میتونه ویدیوهای شما رو خیلی خوب مثل سینمایی کنه، مثل همین ویدیوی که الان دارم میگیرم، دارم لاگ میگیرم. یکی دیگه هم که USB-C داره. حالا من باید کلن سیمی که به ماشین وصل میشه رو کلن عوضش کنم، به خاطر همین دو دلیل من آیفون گرفتم. اگر نه آیفون چیزی نیستش که من مثلا بخوام بگیرم. امروز میخوام یه سری جواب سوالای کامنتار رو بدم. من کامنتار رو معمولا لایک میکنم، همه کامنتار هم میبینم. یه سوال کردم، گفته بودم که چه نوع ویدیوهایی میخواید که من بسازم. یکی گفته بود روانشناسی و موفقیت، خیلی نظر خوبیه، لایک زدم همین الان. سلام، آموزش انگولار و ریاکت پروژه محور. من دیگه آموزش های برنامه نویسی فکر نمی کنم بذارم، چون ویو نمیخوره، وگرنه خیلی آموزش برنامه نویسی عقب افتاده داریم، مثل لاراول، ریاکت، ویو جی اس. خیلی هم برنامه نویسی علاقه دارم، ولی خب کسی نگاه نمی کنه، به نظر من فایده نداره ساختنش. برگرد با آموزش برنامه نویسی، فقط دورهای قدیمی رو برای افراد جدید آپدیت کن که یه ویدیو کوچیک. همین ویدیو کوچیک فکر نمی کنم با آپدیت کردن با یه ویدیو کوچیک درست بشه، باید بشین قشنگ آموزش بدین. به نظر من یه آموزش داد، ویدیو کوچیک نمیشه درست کرد. ویدیویی که بخواید درست بکنید حداقل برای آپدیت کردن اون ورژن مثلا لاراولی که من درس دادم تا همین ورژن الانش، باید حداقل یک ویدیو 4-5 ساعته ساخت، اینقدر چیز جدید اومده برای لاراول. بنابراین متاسفانه فعلا نمیشه ویدیو برنامه نویسی ساخت تا اینکه یه روز این ویدیوها برسه جمعیتمون به 150,000 سابسکرایبر، اون موقع شاید بتونم مثلا از 10 نفر 9 نفر به من بگن که ویدیو برنامه نویسی درست بکن، اون موقع من بشینم درست بکنم. یکی گفته بود مصاحبه با کسایی که مهاجرت کاری کردن به انگلیس. کسایی که مهاجرت کاری کردن، من یه نفر فعلا بیشتر نمیشناسم، اونم از ترکیه اومده مهاجرت کاری کرده، بقیه باید پیداشون بکنم ازشون بپرسم. اینم چیز خوبیه، لایک زدم. اگه میشه در مورد چگونگی ساخت بات‌های خرید فروش کریپتو با یا فارکس توضیح بدید ممنون. من ویدیوهای کریپتوکارنسی خیلی زیاد ساختم، ولی خب مثل که قضیهش فعلا بادش خابیده و این ویدیوها رو به خاطر این ساختم که دور و بر من یه سری آدمای به قول معروف نه که بد باشه، دهنبین زیاد بود که خودشون دانش تکنولوژی نداشتن، همشون میگفتن بیت کوین کریپتو. گفتم بابا یه حداقل یه 10 سالی 15 سالی طول می‌کشه تا این تکنولوژی بیاد بالا.
حالا میبینی که قضیه بیت کوین و کریپتو خوابیده به خاطر همون چیزی که من میگفتم بهتون. دولت‌ها اجازه نمیدن. اگه دولت‌ها اجازه بدن، دولت قدرتش از بیت کوین اینا بیشتره. تا یه زمانی مردم اینو دستشون بگیرن، ولی حالا اتفاق نمیفته. بنابراین اگر تازه اتفاق هم بیفته به سمت کریپتو و نمیدونم فارکس و نمیدونم NFT و چیزا بخوام بریم، ما کارمون تکنولوژیه، میتونیم راحت سویچ بکنیم. در ظرف یک سال دو سال میتونیم سویچ بکنیم. مثلا خودم شما سابسکرایب کنین، یه کاری میکنم که در ظرف 6 ماه شما سویچ کنید روی وب 3، ولی فعلا بالا نمیاد. بنابراین کد نویسی قالب وردپرس، من دیگه اصلا وردپرس دیولپر نیستم. اون موقع در مورد وردپرس زیاد صحبت کردم، ولی وردپرس تکنولوژی نیستش که من انتخاب بکنم، تکنولوژی قدیمیه. لاراول اینم که در رابطه باش صحبت کردم، در مورد نکست جی اس 14 که به تازگی منتشر شده ویدیو بسازی خیلی خوب میشه. ویدیو در رابطه با اینکه چه چیزهای جدید اومده خواهم ساخت، در مورد تکنولوژی ها، در مورد لاراول چیزایی که اومده، ولی ویدیو برنامه نویسی نمیذارم، یعنی نمیشینم اسکرین کاست کنم، برای اینکه گفتم به نظر من وقت تلف کردنه. با تو این در مورد اجایل ایکس پی هم بسازید و ترندهای آینده دنیا که ارزش سرمایه‌گذاری دارن، که اینکه آیا برنامه نویسی موبایل میارزه یا نه در آینده. 100% برنامه نویسی موبایل همین الان از برنامه نویسی وب خیلی درآمدش بیشتره. میدونید خصوصیت، سوال خیلی خوبی کرده رضا امیری، میدونید خصوصیت برنامه نویسی موبایل چیه؟ خصوصیت برنامه نویسی موبایل اینه که شما اگه برنامه نویس موبایل باشید، میتونید برای خودتون کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا میتونید یه دونه اپلیکیشن بسازید و اون اپلیکیشن درآمد کسب کنید. همین کندی کراش، بازی کندی کراش، اون کسی که اینو ساخته میدونید به چه درآمدی رسیده. و همین الانش هم که شرکت‌های هستن که شما برید براشون مثلا اپلیکیشن موبایل بسازید، خب اون شرکت‌ها پول می‌ذارن تو جیب خودشون، مثلا به شما سالی 70 80 90 هزار تومان بهتون پول میدن، ولی اون اپلیکیشن اگه شما خودتون $100 در مثلا میگم $100 در سال به اپل بدید، این دیولپر سابسکرپشن اپله، بدید به اپل، اپل خودش اپلیکیشنتون رو منتشر میکنه و کسی اون رو دانلود بکنه، ریت میده بهش، میاد بالا، مثل نتفلیکس میمونه فروشگاه اپل، یعنی اپ استور، مثل همون گوگل پلی خودمون. وقتی اپلیکیشنی خوب باشه، این کمپانیا میفهمن میارنش بالا و خب این شما رو پولدار میکنه. اپلیکیشن ساختن اپلیکیشن موبایل همین الانش هم خیلی بالاتر از وب به نظر من. همه چی با موبایل کار میکنه. من یه بیزنسی داشتم به نام پرژن وو دید که نگرفت، به خاطر چی؟ بخاطر اینکه اپلیکیشن موبایل نبود. در صورتی که اگر من اپلیکیشن موبایل میساختم، همه موبایلم هم، میدونید همه کامپیوتر ندارن. شما حسابشو بکنید، بابا بزرگ، مامان بزرگ من، همین خود داداش من کامپیوتر نداره، همه اینو دارن. ولی بعضی هستن که اصلا نون شب ندارن بخورن، ولی میرن آیفون میخرن. اینو من به چشم خودم دیدم. برای همین اپلیکیشن موبایل خیلی مهمه. همه کامپیوتر ندارن، همه چیز ندارن، اپلیکیشن موبایل واسه شون لذت بخشتره، چون اپلیکیشن چیزه نیتیوه. در صورتی که باید اگر وبسایت باشه، باید برید تو وبسایت. وقتی میری تو وبسایت، بعد تو وبسایت چیکار بکنید؟ چیزو بیارید بالا، وبسایت رو بیارید بالا. میدونید چی میگم؟ بنابراین اپلیکیشن موبایل خیلی بیشتر از حتی تبلت مهمه که یاد بگیرید. من خودم همین الانش هم سرمایه‌گذاری کردم روی برنامه‌نویسی موبایل. چه اینو ویدیوهایی میخواد بگه که من بسازم؟ یکی گفته بود علیرضا، گفته بود آموزشی، که همیشه در مورد آموزشی میسازم. قبلا یک برنامه تلویزیونی ماهواره‌ای پخش شد به نام پرچونه که نبودش خیلی محسوس هست و در مورد روابط دختر پسران و پیدا کردن همسر مناسب بود. به هر حال با توجه به موج جدید مهاجرت ایرانیان به اروپا و کشورهای انگلستان، اگر مقدور هست برای آشنایی بیشتر مهاجران با فرهنگ و آداب کشور میزبان ویدیو بسازید. در مورد انگلیس میتونم، چون اینجا زندگی کردم. در مورد کشور دیگه شاید نه، ولی خب انگلیس خودش جزو اروپاست دیگه و میتونم در رابطه با فرهنگ آدابش اینا بسازم. ولی فرهنگ آداب اینا یه مقدار سخته درک کردنش برای اونها که تازه میان. یه چیزی بگم، در حدود 5 سال اول خیلی واسه اون آدما سخت داره. مثلا اینجا ما مثلا دختر داریم که نو استرینگ اتچ، بیشتر دخترها دوستان روابط داشته باشن، روابط طولانی مدت، ولی خیلیشون هم کالچری دوست دارن یه شب با این باشن یه شب با اون باشن، براشون نرماله. میدونید مثل پسراست، چیت کردن چیته دیگه. مثلا شما اگه با یه دختر روابط دارید، این دختر از شما خوشش میاد، بعد سر کار مثلا ممکنه یه پسر دیگه خوشش بیاد که یه مقدار
سطح زندگیش از شما بیشتره. مثال میگم، خب آدم، خب نمیگم همه چی خوشگلی و پول و ایناست، یه مقداری مثلا خوشگلتره، یه مقداری سطح سوادش بیشتره، یه مقداری سطح زندگیش بهتره، خونش یه مقدار بزرگتره، مثلا برای خودش کار میکنه، مثلا اینجا برایش مهم نیست ماشین داشته باشه، مثلا ماشین داره، تیک کیر میکنه، زبانش بهتره، خب میره با اون دیگه. میدونی خب این چیت کردنه، درسته، ولی خب اینجا عادیه توی لندن، چون آپشن زیاده، آپشن یعنی انتخاب زیاده، این انتخاب زیاد بودن تو انگلیس، اینجا کالچری اینجوریه و نباید به کسی بر بخوره. من نمیدونم خودم به شخصه که اون دختری که داره با من حرف میزنه با چند تا پسر دیگه داره حرف میزنه، بس قشنگ معلومه که تنها من نیستم که داره میبینه. میدونی این جا افتاده اینجا، اینجا خیلی دخترای جور و جور هست، بهتراش هم انگلیسی آمریکایی هستن. اروپا شرقی ها مثلا یه مقداری خیلی خوبن مثلا توی روابط جنسی و اینا، ولی خب یه مقدار دیوونه ترن. میدونی چی میگم بهتون؟ نمیگم که خود خانما میدونن، بعضی یکی از دخترها اومد گفت ما خودمون میدونیم خودمون دیوونه هستیم، ولی خب دیوونه کمتر. میدونی چی میگم؟ بعد این جوریه، این یکی از چیزایی هست که اینجا من دیدم. میگم آپشن زیاد بودن رابطه ساختن رو توی این کشور سخت کرده، و رابطه درست کردن با یکی که تقریبا مثلا من الان 37 سالمه، دختر همسن و سال من الان دنبال یه رابطه خیلی جدی میگرده. خب مثلا برای اینکه 2-3 سال دیگه بیشتر نمیتونه بچه دار بشه، 40 سالگی دیگه دوست نداره، حوصله‌شو نداره، در صورتی که ببینید لول مرد هرچی مجرد میمونه بالاتر میره، یعنی من 37 38 39 باز انتخابام بیشتره، ولی زن 25 24 ممکنه 200 پسر بخونه چون خوشگل، وقت داره فلان، ولی هرچی سنش میره بالاتر مرد براش کمتر میشه. چرا؟ چون دیگه نمیتونه حامله بشه، دیگه داره به قول معروف اون خوشگلی رو نداره، دوست داره ستل بکنه، یه نفر باهاش باشه. جورج کلونی رو ببین مثلا، یا برد پیت، ببین هرچی سنشون میره بالاتر خوشگل‌تر میشن، پولدارتر میشن، چون کار دارن میکنن، پولشون بیشتره، سیوینگ بیشتر میتونن انجام بدن، احتیاج نیست برای کسی پرووایت بکنن و خیلی چیزهای دیگه، میدونید؟ پس بنابراین اینا هستش. خب اینا رو ما کالچری میدونیم، سن پایینتر شروع میکنیم مثلا ازدواج کردن و اینا. اینجا ازدواج اصلا دیگه مطرح نیست، اینجا فقط تنها چیزی که بهش فکر میکنن لانگ ترم ریلیشنشیپ. لانگ ترم ریلیشنشیپ یعنی مثل یه فلت، شما برید یه خونه رو کرایه بکنید 5 سال بتونید توش زندگی بکنید. این دخترها هم اینجوریان. لانگ ترم یعنی چی؟ یعنی من انتظار دارم که مثلا با تو حداقل 5 سال 10 سال زندگی بکنم، اگه 5 سال بعد از 5 سال 10 سال نشود رفتیم با یکی دیگه، آیا من رفتم یا تو رفتیم مهم نیست. میدونید خب آدم خسته میشه دیگه، شما مثلا خوشگل‌ترین دختر دنیا هم باشه بالاخره یه 10 سال 15 سال خسته میشید ازش. اینا هم اینجوری فکر میکنن. ازدواج دیگه موقعی اینجا جا افتاده. حالا ما این شبکه دیگه داره میبینیم به نام یوکی اش، انقدر مسخره است که من الان فقط فالوشون میکنم، نمیدونم مال کجاست، عقلانی اصلا این بالا اصلا کار نمیکنه. میگه ازدواج کنید بچه ها. اینجا اصلا ازدواج جان نیافتاده. اینجا موقعی ازدواج میکنن که بچه دار شدن، 10 سال با هم زندگی میکنن، ازدواج فقط به خاطر رومانتیک بودن انجام میدن. چرا؟ چون ازدواج برای خانماست، برای مرد سودی نداره که، چون مردا اینجوری ساخته شدن که مرد میتونه بره با 10 تا زن در آن واحد بمونه، ولی زن میگم همینجوری لولش که میاد پایین یا هر چیزی دوست داره با یکی باشه، خب، و اون مرد رو قفل کنه. چرا حالا به نفع زن است به نفع مرد نیست؟ برای که مرد پول داره میتونه پروواید کنه. خب وقتی شما طلاق میگیرید تو این کشور، حالا درست اینجا شما میگید تو ایران، اونجا مهریه نداره، خیلی چیز الان 10 نفر کامل مهریه نداره، اونجا خیلی راه. نه اینجا میدونی ازدواج چیه؟ کاش مهریه داشت. اینجا همه پول مهریه شون رو دارن بدن. نصف ثروتت میره برای زن، بچه‌هات هم میره برای زن. میدونید؟ پس بنابراین ازدواج اینجا به نفع زناست. اینجا کشور زناست، زن سالاری. اون زن خب شروع میکنه زرد کشیدن دیگه، چون پول نداره، بچه‌ها رو با خوش دست تنها بزرگ کنه. حالا یه هفته دست شماست، یه هفته دست خانم اون زن قبلیتونه. پس ازدواج برای زناست اینجا، سودی برای مرد نداره. موقعی با هم ازدواج میکنن دیگه اینقدر اعتماد دارن به هم دیگه، میدونن که اینا تا آخر عمر دیگه با همن، به خاطر رومانتیک بودن میرن ازدواج میکنن، نه اینکه اول ازدواج بکنن بعد تازه بفهمن اون نشده میریم طلاق میگیریم. اینا رو هر روز من توی چیزهای ایرانی میبینم، توی فرهنگ ایرانی میبینم، توی فرهنگ پولیشی و لهستانی هم میبینم، فرهنگ اونام خیلی به ما
نزدیکه و فرنگی مقدار عربا و اینجور چیزا. حالا عربا که چارت زن میگن اون که بماند. بیشتر در رابطه با این صحبت خواهم کرد. اینجا گفتم شبکه بیشتر تکنولوژی آموزشیه. خب اینا تجربه من هست اینجا. گفتم هرچی سن مرد میره بالاتر به خودش بیشتر میرسه، خونه‌شو داره، ماشینشو داره، پولشو داره، جابشو داره، دختر براش زیادتره. شما فقط بعد راه انتخاب کردنشو، راه اینکه زن‌ها چجوری فکر میکنن و صبر داشته باشید که بتونید باهاش معامله کنید. ولی یک دختر در آن واحد بی جلو نرید. یعنی مثلا اینجوری جلو نرید که من یه دختر دارم میبینم، بس ببینم این چی میشه تا 2 سال. نه، باید حداقل 5 تا 10 تا دختر باهاش حرف بزنید. هر کدومم باهاش برید بیرون، وقت بذارید، باید وقت بذارید. ببینید کدومش بهتره واسه شما. روی آپشن نمونید. شما ماشین هم می‌خرید همین جوریه دیگه. نمی‌رید که روی ماشین بخرید بعد بگه ببینم حالا بزنم چی میشه. 2 تا ماشین امتحان می‌کنید ببینید به چه صورته، بعدم می‌گیرید. خودتون منظور منو بفهمید. خب بریم سوال بعدی. یکم ویدیو در رابطه آینده بلاک چین بسازید. امیررضا ساختم، خوشم خنده گذاشت آخرش. اگر امکانش هست روند مسابقه انگلیسی و اینکه چجوری بتونیم قبول بشیم تو مسابقه. اینو در رابطه با ساختم. خیلی ویدیو دارم. حتی در رابطه با اینترویو چه سوالی میپرسن تو اینترویو هم دارم، اونم حتما نگاه بکن. همین دیگه، در رابطه با اینا نظر گذاشته بودن. بعد ایده به من بدید که یه ویدیو بسازم که نساخته باشم. من احساس میکنم که ویدیوهایی که من میسازم اصلا دیده نمیشه، یا یه کسی میاد مثلا سوال میکنه میگه در رابطه با مصاحبه برنامه نویس بذار. من نمیدونم چرا ویدیوها نگاه نمیشه یا پلی لیست ها رو نگاه نمیکنم. من خیلی ویدیو دارم. من 3500 تا ویدیو دارم. به خاطر همینم هستش که ویدیو برنامه نویسی نمیسازم. میدونی چرا؟ چون مثلا یه نفر میگه این ویدیو رو بساز، نمیرید ببینه آیا من این ساختم یا نه، چون نگاه نمیکنه. فقط ویدیوهایی که میاد بالا رو نگاه میکنه. شما نباید اگه میخواید رو چنل من بفهمید من چه ویدیوهایی ساختم، وقتی سابسکرایب میکنید دیگه به اون بسنده نکنید، باید برید پلی لیستا رو نگاه بکنید. به اون الگوریتم یوتیوب بسنده نکنید. به نظر من برید اون پلی لیستا رو نگاه بکنید، مثلا سرچ بکنید تو کانال من سرچ بکنید، نه تو کل یوتیوب، تو کانال. وقتی رو ویدیو کلیک می‌کنید سرچ کوچولو اون پایین سمت راست داره وسط صفحه، اونجا سرچ بکنید ببینید که آیا من این ویدیو رو ساختم یا نه، چون من فکر می‌کنم که اصلا ویدیوهای من دیده نمیشه. پس حالا امیدوارم که این ویدیو براتون کمک کرده باشه. اگر تو این سوالی که جواب دادم ویدیو خاصی مد نظرتون هست که من می‌خوام جواب بدم، به من بگید یا چیز کنید که من بسازم. آیفون 15 پروه 128 آره از اینجا باید خیلی شاید سلام علیه الاسم چند؟ پول دیگه هم داره اون زیر 999 چوق پول برد نداره، آروم باز کن باشه دستان نرزه الان باید قسط بدی 900 ماشاءالله آرفهی بازش ببینیم اون بری برچست پیش داره لذت بخشه. آه very nice. خیلی خوبه. این همه سوزن داره، این هم چیزه، این هم سی میشه. خب روشنش کن. اینجوریه روشن میکنن؟ بلد نیستی؟ نه والله یادم رفت. همون مثل قبلی فرق نداره که. روشن شده. آفرین. الان بهت میگه که سیما رو انتخاب کن و ستاپش کن.